سلام، من محمد زارگم، اینجا کانال واو واو که مطالب پرستاری و چیزایی که حاشیه پرستاری درگیرش هستیم رو من اینجا با شما به اشتراک میذارم. پس اگر هنوز سابسکرایب نکردی کانال ما رو حتما سابسکرایب کن و اگر لایکمون هم کنیم که خیلی به رشدمون کمک میکنه و ممنونتون میشم. تو این ویدیو من میخوام در مورد این صحبت کنم که برای حرفه‌ای شدن توی شغل پرستاری باید از کجا شروع کرد. خب من 10 11 سال سابقه پرستاری دارم. تو این 10 11 سال خیلی چیزا یاد گرفتم که یه بخشی تونستم توی کار خودم پیاده کنم و از کسایی که موفق بودن خیلی الگو گرفتم. خیلی درس گرفتم توی این کار و شماها شاید الان با تجربه نرسیده باشی. شاید دانشجو هستی، شاید تازه طرحتون رو شروع کردی. و این مسیری که من میخوام برات روشن کنم رو خیلی راحت‌تر میتونی الان پیاده کنی توی زندگی تا خودت بخوای تجربه‌اش رو کنی. ببین الان اگر زدی وارد این کلیپ شدی، یعنی نقطه شروعش رو شما یک چراغ سبز بهش نشون دادی. نقطه شروع چی بود؟ من گفتم که برای شروع حرفه‌ای شدن باید از کجا شروع کرد و شما دکمه رو زدی و وارد شدی. خیلی ها توی این مرحله اصلا وارد نمیشن، اصلا نمیخوان تغییر کنن، نمیخوان خودشون رو مستقل کنن توی این رشته. اصلا چرا باید حرفه‌ای بشیم؟ حرفه‌ای میشیم که دیگه کسی به ما طعنه نزنه، کسی به ما تیکه نندازه، توی شغلمون کاری باشیم، مهره ارزشمند باشیم، سیستم به ما احترام بذاره، همکار به ما احترام بذارن و خودمون رو سعی کنیم جایگاهمون رو اول حفظ کنیم و بعد جایگاه‌های بعدی رو کسب کنیم. اینه که به ما کمک می‌کنه که آرامش روان داشته باشیم، بتونیم در کنار زندگی که داریم انجام می‌دیم شغلمون رو هم ادامه بدیم. وگرنه این تیک انداختن ها، این اذیت کردن ها توی پرستاری، مخصوصا توی پرستاری، خیلی باعث میشه که از نظر روانی آسیب ببینید و ممکنه شغلتون حتی در آینده کنار بذارید. پس با من همراه باش تا راهکارش رو بگم. ببین دوست من، الان برای اینکه شما حرفه‌ای بشی توی شغلت باید اول روی ترسات پا بذارید. ترس اول رو شما روش پا گذاشتی، اینکه برای حرفه‌ای شدن اومدید و این کلیپ رو دیدید. قدم بعدی اینه که بشین لیست کنی چه ترسایی داری. مثال میذارم، من وقتی که ترم 5 و 6 بودم، یادم برای کارورزی توی بیمارستان ولیعصر عراق، شاید حالا گوشتون خورده باشه، خب سانتر تروما هست و خیلی شلوغه. اونجا من شروع کرده بودم به کارورزی و چیزی که اونجا متوجه شدم، دیدم خیلی تعداد مراجعین بیمار زیاده و معمولا هم خیلی بدحالن، از شکستگی های دست و پا گرفته تا سوختگی های 70% که اصلا شاید بعضی ها تو عمرشون همچین کیسایی رو نبینن، ولی ما اونجا کیسای خیلی خاص و خیلی وحشتناکی میدیدیم. خب ترس اول من این بود که همش فکر میکردم که من نمیتونم اونجا کار کنم، این شخصیت من برای کار کردن تو اون شرایط استرسا آماده نیست و همش از این ترس داشتم که اگر من برای ته برای کار کردن بیافتم تو اورژانس بیمارستان واقعا چی به سرم میاد. ترم 6 بود که سعی کردم که این فکر رو توی خودم حلش کنم. گفتم من با این فکر نمیتونم زندگی کنم، یا باید این مسیر برام روشن‌تر بشه. به خاطر همین شروع کردم به کار دانشجویی. رفتم توی بخش ایزوله تنفسی، 7-8 ماه اونجا بودم، بعدش رفتم توی بخش عفونی. حالا کارهایی که روتین وار انجام میشه، فشار گرفتن، قند گرفتن، ادمیت کردن بیمار، اینها رو یاد گرفتم کامل. حتی گزارش نویسی رو هم کامل یاد گرفتم، یعنی ترم 6 و 7 بودم که اینا رو کامل یاد گرفته بودم. که اواخر هم کار دانشجویی بود توی بخش عفونی که یه بار یکی از پروایزرها من زنگ زد، گفت آقای زارعی به شما، به کمک شما نیاز داریم، توی بخش اورژانس خیلی شروع شده و اون وحشت اورژانس دوباره اومد سراغم. واقعا دستم داشت می‌لرزید. میگفتم که من باید چیکار کنم حالا تو این شرایط. رفتم بخش اورژانس، یه دونه آی وی گرفتم، خراب شد و نتونستم هندل کنم اون موقعیت رو. خب همراه داد می‌زدن، مریض خودش عصبی شده بود. شاید باورتون نشه، من از در پشتی اورژانس فرار کردم رفتم. یه اتاق سی پی آر داشت، دو در داشت. من رفتم وارد اتاق سی پی آر شدم، از در پشتیش فرار کردم رفتم بخش خودمون. به خاطر اینکه خیلی ترسیده بودم. بعد نیم ساعت هم سوپروایزر زنگ زدم، چون شلوغ بود و خیلی کسی به کسی نبود، گفتم که من رفتم اونجا کمکم رو انجام دادم، برگشتم بخشمون ازم تشکر کرد. من موقع دروغ گفتم به خاطر اینکه نمیتونستم غیر از چیزی بگم، خاطر اینکه فکر کردم روی کمک من، روی کار من دارن حساب باز میکنن اونجا و راست گفتن من باعث میشد که بشه خودم خراب بشه اون موقع. ولی این کابوس اورژانس تمومی نداشت. من این فکر رو همش مدام توی ذهنم داشتم تا یک روز بالاخره رفتم خودم درخواست دادم به صورت داوطلبانه که من از بخش عفونی بذارن اورژانس. شاید الان براتون عجیب باشه، من اون همه ترس و چجوری تونستم باش کنار بیام برم اورژانس. من کنار نیومده بودم، من فقط خواستم با ترس مواجه بشم. گفتم الان انقدری من مسئولیت ندارم توی دوران دانشجویی که بخوام
بترسم از چیزی، حتی اگرم خراب کنم، من دانشجو، من کار دانشجو دارم انجام میدم. خب اومدم رفتم دفتر پرستاری، با ترسم غلبه کردم، گفتم منو بذارید بخش اورژانسی که ازش میترسم، و اونا این کارو کردن. من رفتم بخش اورژانس، بوده یک سال اونجا بودم، میتونم بگم 3 ماه اولش عین کابوس بود برام. یه زنگی داشتیم برای تریاجمون که مریض به اطفال سی پی آر که میومد، اونو زنگو میزدن و همه میرفتن توی اتاق سی پی آر برای کمک کردن، حالا تیم سی پی آر و بقیه بچه‌ای که دستشون خالیه. شاید باورتون نشه 3 ماه من مدام توی خواب این صدای زنگو میشنیدم و از خواب میپریدم، یعنی یه جوری وحشت میکردم، تپش قلب میگرفتم، عرق میکردم که خودم باورم نمیشد که چرا اینجوری میشه. بعدها که تو اون بخش دیگه خیلی ریل شده بودم، اون کارو برام جا افتاده بود، از بقیه هم که بودم دقیقا همین اتفاق براشون افتاده بود. یعنی میخوام بگم شخصیت ها خیلی نزدیک به همه، مهم اینه که بتونید با اون شرایط کنار بیاید. من رفتم اون بخش، یک سال بودم و واقعا از نظر رگ گرفتن، از نظر سروم تراپی، اینا کارهایی که نیاز به سرعت عمل داره و حالا از نظر بالینی توی سطح لول خیلی پایینیه. خب من دانشجو بودم ولی تونستم خیلی خودم ارتقا بدم دیگه، مریض بدرک واسه من نداشت، هر مریض بود میگرفتم، حتی اگر نمیتونستم پریفرال بگیرم، یعنی از دست و پاش بگیرم، از جوگولارش میگرفتم، یعنی چیزی برای من معنی اون موقع نداشت و انجامش میدادم. الانم نقطه صفر شما ببینید چی است، چه ترسی داری؟ ترس از این داری که ونتیلاتور رو بلد نیستی، ترس از این داری که ایکسیو بلد نیستی تو بخش سی سی یو، ببین ترس چیه، بنویسش روی کاغذ، 10 تا میشه، 2 تا میشه، 100 تا میشه، هر چی هست بنویس و از اولی شروع کن. ببین اقدام مهمه ها، یعنی چیزی که باعث میشه ما جلو بیفتیم توی کار اینه که بشناسیم خودمون رو، نیازمون رو بدونیم و اقدام کنیم. اقدام خیلی مهمه، شما اقدام کردی، زدی روی این کلیپ نگاش کردی، الان داری اینو ادامه میدی، یعنی نیاز داری به این، پس از این به بعدش هم همین کار انجام بده. نقطه شروع حرفه‌شان دقیقاً همینه. من سعی میکنم توی چند تا کلیپی که حالا مرتبط با تخصص شدن هست کامل این مسیر رو برای شفاف کنم. این قسمت اولش بود و میخوام ببینم بازخوردهای شما چجوری بوده. مطمئن باشید اونقدر این مسیر پرستاری جذابه، اونقدر جذابه که اگر شما واقعا یکی باشه که مسیر رو براتون مشخص کنه، همتون نامبر وان های پرستاری دنیا میشید. بچه‌ها من توی آمریکاشم، توی کاناداشم دیدم نرسا خیلی سواد بالینی ندارن، یعنی اگر شما کانادا برید یه نرس اکسپرت باشید و توی کانادا بخواید کار کنید، حلوا حلواتون میکنن. هر جای دنیا بخواید برید نیازه که حرفه‌ای بشید و توی هر شغلی که هستید نیازه که حرفه‌ای بمونید. پس ممنون میشم اگر از این کلیپ خوشت اومد لایک رو بزنید و واسه من یک کامنت بذارید که نقطه نظرات شما رو بدونم برای کلیپ‌های بعدی. امیدوارم که از این آموزشی که کوتاه بود لذت برده باشید. خدا نگهدار.